عناوین اصلی: آغاز حملات موشکی سنگین ایران به اسرائیل. رهبر ایران نماز جمعه این هفته تهران را اقامه می کند. و سنتکام: آمریکا 3 اسکادران هواپیما به خاورمیانه می فرستد. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی. به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. موشک های ایرانی به سوی اسرائیل شلیک شدند و در حال برخورد به اهداف هستند. تلویزیون ایران میگوید این موشک ها از گنبد آهنین اسرائیل عبور کردند. در تمام اسرائیل آژیرهای خطر به صدا درآمده و مردم به پناهگاه ها رفتند. ایران میگوید حملات موشکی حزب الله هم به اسرائیل آغاز شده است. ایران میگوید در یک ساعت گذشته 200 موشک سپاه به اهدافی در اسرائیل اصابت کرده است. تصاویر و فیلم‌های متعددی از برخورد تعداد زیاد موشک در مناطق مختلف اسرائیل منتشر شده است. سپاه پاسداران در بیانیه نخست خود هشدار داده اگر اسرائیل واکنش نظامی نشان دهد با حملات بعدی سخت‌تر مواجه خواهد شد. متن کامل بیانیه سپاه پاسداران در پی موشکباران اسرائیل به این شرح است: واکنش صهیونیست‌ها پاسخ کوبنده‌تر در پی دارد. امت بزرگ اسلامی، ملت شریف و شهید پرور ایران، لحظات قبل و پس از یک دور خیشتنداری در برابر نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در ترور مجاهد شهید دکتر اسماعیل هنیه توسط رژیم صهیونیستی و در برابر حق کشور در دفاع مشروع از خود طبق منشور ملل متحد و تشدید شرارت‌های رژیم با حمایت آمریکا در قتل عام مردم لبنان و غزه و به شهادت رساندن مجاهد کبیر رهبر محور مقاومت و دبیر کل سرافراز حزب الله سید حسن نصرالله و شهادت فرمانده رشید و مستشار عالی سپاه پاسداران در لبنان سرلشکر پاسدار سید عباس نیلفروشان نیروی هوافضای سپاه با پرتاب ده‌ها موشک بالستیک اهداف مهم نظامی امنیتی را در قلب سرزمین‌های اشغالی مورد هدف قرار داد که جزئیات آن متعاقباً به استهزار خواهد رسید. خاطرنشان می شود این عملیات با تصویب شورای عالی امنیت ملی و ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح و حمایت و پشتیبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع صورت گرفته است. اخطار داده می شود چنانچه رژیم صهیونیستی به این عملیات که منطبق بر حقوق قانونی کشور و قوانین بین المللی است واکنش نظامی نشان دهد با حملات کوبنده و ویرانگر بعدی مواجه خواهد شد. ارتش اسرائیل هم در تازه ترین بیانیه خود میگوید که حملات موشکی ایران به این کشور همچنان ادامه دارد. فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل با ارسال پیامک دستورالعمل نجات جان را برای ساکنان برخی نواحی این کشور ارسال کرده و از آنها خواسته وارد پناهگاه ها شوند. دانیال هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل در یک بیانیه ویدیویی از مردم خواست به امن‌ترین فضاهای موجود در مجاورت خود بروند و منتظر دستورات بیشتر باشند. ارتش اسرائیل گفته که سامانه دفاع هوایی اسرائیل به طور کامل فعال است و اضافه کرد که همین حالا در حال شناسایی و رهگیری تهدیدهاست. هاگاری به شهروندان اسرائیل گفت که هوشیار باشند و دستورات ایمنی را دنبال کنند. ارتش اسرائیل میگوید ما قوی هستیم و می توانیم از عهده این رویدادها براییم و اضافه کرد که ارتش هر کاری لازم باشد برای حفاظت از غیر نظامیان اسرائیلی انجام خواهد داد. رهبر ایران نماز جمعه این هفته تهران را اقامه می کند. آیت الله سید علی خامنه ای رهبر ایران نماز جمعه این هفته تهران را اقامه می کند و سخنرانی بی سابقه در 13 مهر ایراد خواهد نمود. آخرین باری که رهبر ایران شخصا نماز جمعه را اقامه کرد و خطبه ایراد کرد در ژانویه 2020 و در پی حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق در پی ترور سردار سلیمانی بود. و سنتکام: آمریکا 3 اسکادران هواپیما به خاورمیانه می‌فرستد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا گزارش داد که یکی از اسکادران‌ها در حال حاضر به خاورمیانه رسیده است و 2 اسکادران دیگر در راه هستند. این اسکادران ها متشکل از جت های جنگنده F-15E و F-16 و هواپیماهای A-10 هستند که برای پشتیبانی هوایی نزدیک به نیروهای زمینی طراحی شدند. ممنون از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. لطفاً جهت حمایت از ما ویدیو رو لایک فرمایید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.